سمت چپ باشه، ایگرگ سمت راست باشه. خب این نکته ای که فوق العاده برای ما با اهمیت و با ارزشه. گفته بعد در رابطه ای که ایکس و ایگرگ در کنار هم به صورت پرانتز باز ایکس و ایگرگ بنویسیم، به آن رابطه یک زوج مرتب میگن. قسمت دوم، در زوج مرتب به ایکس های خودم، من به ایکس های خودم مؤلفه اول یا مختص اول و به ایگرگ های خودم مؤلفه دوم یا مختص دوم میگم. بچه حواستون به این قضیه باشه. پس این ایکس های من، نکن اگه اینجا یه زوج مرتب بکشم ایکس و ایگرگ، همیشه اگه ازم پرسیدم مؤلفه اول کدوم هست تو میگی ایکس. ایکس های من میشه مؤلفه اول من، ایگرگ من میشه مؤلفه دوم من. به همین راحتی. قسمت سوم، برای این که دو زوج مرتب با هم برابر باشن، یعنی اگه مثلا من دو تا زوج مرتب بنویسم با هم برابر باشن، باید مؤلفه‌های اول با هم و مؤلفه‌های دومشون هم با هم دیگه برابر باشه. برای مثال اگه بخوام اینجا بنویسم، مثلا میگه آقا یه زوج مرتب داریم x1 و y1، بعد این برابر بشه با زوج مرتب x2 و y2. برای اینکه این دو تا با هم برابر باشن، بعد چه اتفاقی رخ بده دوستان؟ خوب دقت کنید، باید مؤلفه‌های اولشون با هم برابر بشن، مؤلفه های دومشون هم با هم برابر بشن. این نکته ای که فوق العاده برای ما با اهمیت و با ارزشه. خودم توضیحشم براتون توی این قسمت پایین نوشتم. نوشتم یعنی اگر مثلا دو تا زوج مرتب داشته باشیم، یکی A و B برابر بشه با زوج مرتب C و D، که ما میدونیم الان مؤلفه اولش این آی من، یعنی همون X1 منه، این C من دقیقاً همون X2 منه، B من Y1 منه، D من هم همون Y2 منه، هیچ فرقی نمیکنه. وقتی که اینجوری باشه، پس متوجه میشیم که چه جوری بچه قضیه آی من برابر با C میشه، یعنی همون چیزی که اون بالا نوشتم، X1 من برابر با X2 من میشه و مؤلفه دوم B من برابر با D من میشه، یعنی همون Y1 من برابر با Y2 من میشه. به همین راحتی که براتون بازوی کردیم. پس این تعریف زوج مرتب شد به دوتایی هایی که مؤلفه های اولشون ایکس، مؤلفه های دومشون ایگرگ و به رابطه روبرو قرار دارن، ما دقیقاً زوجای مرتب میگیم. یه مثال برامون زده، گفته ایکس و ایگرگ رو به دست آورید، گفته این دو تا زوج مرتب با هم بچه‌ها برابرن. وقتی که دو تا زوج مرتب برابر به من داده، من متوجه میشم که باید مؤلفه های اولش با هم برابر باشن، یعنی اینجا نتیجه میگیرم که آقا بعد ایکس به علاوه 2 رو برابر با عدد 4 قرار بدیم، که اگه ما یه معلوم و مجهول کنیم، یعنی مجهولا رو بندازیم یه طرف، معلوما رو بندازیم یه طرف، در نتیجه ایکس من برابر میشه با عدد 2، ایکس هم به دست اومد. توی اینجا گفته که دوباره با هم برابرن، پس من بعد مؤلفه‌های دومم با هم برابر قرار بدم، پس در نتیجه اگر ایگرگ منهای 3 منو برابر با 5 قرار بدیم، متوجه میشیم که یه معلوم مجهول انجام بدیم و معادله حل کنیم، ایگرگ مساوی است با 5 منفی 3 به عنوان میشه مثبت 3، در نتیجه ایگرگ مساوی است با عدد مثبت 8 که براتون بازگو کردم. اینم از این نکته. جدول زیرا کامل کنید. یه مثال به من داده از مقدار ورودی و خروجی توابع، مثلا گفته به ایکس اگه منفی 1 بدیم، ایگرگ منفی 2 میده، یه نقطه ایکس و ایگرگ به دست میاد که میشه منفی 1 و منفی 2. حالا اگه به ایکس چند بدیم، ایگرگمون 1 میشه. بیاین محاسبه کنیم. خب بچه توی این قسمت گفته که اگه ایگرگمون 1 بشه، توی معادله 2x به علاوه 1 ایکسمون چند میشه. خب بیاین معادله رو حلش کنیم. توی این قسمت 1 رو میندازیم و میشه منفی 1 مساوی با 2 x، که این از این کم بشه میشه 0 مساوی با 2x، پس در نتیجه مقدار x من هم برابر میشه با عدد 0. پس اگه به x هم 0 بدم، مقدار y که به من میده برابر با 1. حالا تو اینجا هم دوباره من باید جدول تکمیل کنم، فقط x هم 2/3 باشه، مقدار y من میشه عدد 3. تو اینجا گفته اگه به x 1 بدیم، ymون چقدر میشه. من اگه بیام به x توی این معادله عدد 1 بدم، ورودی 1 بدم، در نتیجه مقدار y هم برابر میشه با 2 تا 1 به علاوه 1، که مقدار ایگرگ هم میشه با 2 به علاوه 1، که مقدار ایگرگ میشه عدد 3. ایگرگ هم برابر میشه با عدد 3 که توی این قسمت یادداشتش میکنه میشه 1 و 3. حالا توی اینجا گفته که مقدار ایگرگ شده 3، 2 به علاوه 1 هم که میشه 3، 3 رادیکال 3 شده 3 رادیکال 3. اگه ایگرگ بشه 3 رادیکال 3، ایکس اون چنده؟ خب اینجا چا، اگه ایگرگ میشه 3 رادیکال 3، توی معادله روبروی که 2x به علاوه 1 ببینیم x اون چنده، 1 میندازیم اون ور میشه 3 رادیکال 3 منهای 1 مساوی با 2x. مقدار x رو میخوام، میگم x مساوی با عدد معلوم تقسیم بر ضریب.
تا کام برنامه رو